بدون شک گنگ‌ترین قسمتی که تو زیست پایه دیده میشه و حتی شاید کل زیست کنکور گفتار دو فصل 7 و 11 چون چیدمان کتاب خوب نیست و خود مطالبش هم سنگینه و هورمون‌های مختلف روش تأثیر میذارن بچه ها نمیتونن خوب یادش بگیرن و حتی خیلی از دانش آموزان خیلی خوب هم تا روز کنکور استرس این قسمت رو دارن و مطمئنن یه تست کنکور رو حداقل از این گفتار خواهید داشت و گفتار سوم هم کاملا وابسته به این گفتاره و تو مبحث ژنتیک هم خیلی ازش سوال میدن. بیا امروز یک بار برای همیشه این قسمت رو از 0 تا 100 با هم یاد بگیریم و خیال خودمون از بابتش راحت کنیم و استرسمون هم بریزیم در رابطه با این قسمت. پس آماده باش که میخوایم بریم و به بهترینش یادش بگیریم. 3 2 1 همونطور که بهتون گفتم چیدمان کتاب توی این گفتار خوب نبوده. من برای اینکه تو بهتر بتونی یاد بگیری ترتیب رو یه خورده عوض کردم و مطابق با چیزی که توی این جزوه آوردم قراره که با هم بررسی بکنیم. خب همونطور که مشخصه دستگاه تلمس در زنان رو میخوایم بررسی بکنیم. اولین قسمتی که باید یاد بگیریم اندام‌های مختلف دستگاه تلمس که توی این شکل هست رو باید خوب بهش دقت کنیم. نکات شکلی داره که من نکاتش رو اینجا آوردم برات نوشتم، میتونی پاوز کنی نکات رو ببینی. خب اول از همه قدرت جنسی زنان میشه تخمدان که 2 تا تخمدان توی حفره شکمی دارن و همیشه تو دمای 37 درجه قرار گرفته برخلاف بیضه ها. یه دونه رحم، 2 تا لوله رحمی و گردن رحم که اینجاست و یه دونه واژه. این شده اندام‌های مختلف دستگاه تلمس زنان که هر کدوم یه سری کارها رو انجام بده. من سریع بهتون میگم اون ورم میتونی خودت بخونی. خب اول از همه تخمدان‌ها قدرت جنسی زنان، تخم مرغی شکل همونطور که میبینی قسمت پهن داره قسمت نوکتیز دارن، قسمت پهنشون با قسمت پهنتر لوله رحم در ارتباطه که این قسمت پهن لوله رحم یه سری زوائد انگشت مانند داره و همونطور که مشخصه کتاب بهش گفته شیپور و قسمت باریکش هم با یک تناب به بخش بالا و قطورتر یا حجیمتر رحم در ارتباطه که این تناب بهش میگن تناب پیوندی عضلانی. پیوندیش از جنس پیوندی رشته‌ایه و بسیار محکم. عضلانیش هم مایش صافه که غیر ارادی منقبض میشه. خب و محلی از رحم که به این متصلی برجستگی هم داره جزء دیواره بیرونی رحمی که تو اسلاید بعدی من دیوارهای رحم رو بهت کامل میگم. خب لوله رحم رو ببینید، این قسمت رو بهش میگن ابتدای لوله رحم، حواست باشه این قسمت رو بهش میگن انتها، پس شیپور میشه انتهای لوله رحم. چه اتفاقی میفته؟ از ریز تا درشتش رو بهت بگم. ببینید بعد از بلوغ یه سری اتفاقات به صورت چرخه‌ای توی تخمدان میفته که ما بهش میگیم چرخه تخمدانی، یه سری اتفاقات هم به صورت چرخه‌ای تو رحم میفته که ما بهش میگیم چرخه رحمی که هر کدوم از اونها توی وقایع هورمونی تنظیم میشه. من سریع بهت بگم. ببین اول هیپوتالاموس با ترشح هورمون آزاد کننده بعد هیپوفیز از سر میذاره، هیپوفیز با ترشح هورمون LH و FSH بر تخمدان اثر میذاره که تخمدان میشه قدرت جنسی در زنان. تخمدان هم علاوه بر این که تو خودش تحت تاثیر LH و FSH چرخه تخمدانی تنظیم میشه، از خود تخمدان هم هورمون های جنسی ترشح میشه که ما بهش میگیم هورمون های استروژن و پروژسترون که اون هورمون ها هم بر رحم اثر میذارن و باعث تنظیم چرخه رحمی میشن. دارید میبینید خیلی چیزا دارن رو هم تاثیر میذارن، تازه اینا بازخوردم دارن که من بازخورداش هم بهتون خواهم گفت. خب پس اگر هیپوفیز اثر بذاره بر تخمدان، چرخه تخمدانی رو تو تخمدان تنظیم میکنه، یه سری اتفاقات به صورت چرخه‌ای میفته که طی این اتفاقات یه سری چیزها به داخل لوله رحم آزاد میشه طی فرایندی به نام فرایند تخمک گذاری. حالا من الان بهش میگم گامت ماده، یعنی سلول جنسی ماده، ولی جلوتر کاملتر بهت میگم. آقا سلول جنسی ماده آزاد میشه به انتهای لوله رحمی. خود سلول جنسی ماده مثل اسپرم نیست که تاجک داشته باشه بتونه حرکت کنه، یه سری چیزا باید حرکتش بدن که اولین چیزی که حرکتش میده همین انتهای لوله رحم و با زوائد انگشتیشه که با این حرکت انگشتا حرکت میده به سمت بالا و به سمت رحم، یعنی مسیر ما اینوری خواهد بود.
بعدش حرکاتی که تو خود دیواره لوله رحم اتفاق میفته، یه چیزی شبیه به حرکت کرمیه که با مایچه استاف اتفاق میفته، و بعدش هم مخاط لوله رحم که سلول های استوانه مژگدار داره، دقیقا مثل دستگاه تنفس، زنش مژگها اینا حرکت میده. خب رسیده تا مثلا اینجا ها، اسپرم هم وقتی انزال اتفاق میفته از واژن میاد خودش شنا میکنه، وارد گردن رحم میشه، شنا میکنه، به جاهای مختلف میره. خیلی از این اسپرم ها چون سلولای بیگانه هستن توسط ماکروفاژهای پنهان شده در این قسمت ها بیگانه خالی میشن، یه تعدادش به داخل اینوری میره، یه تعدادش اینوری میره، و از این تعداد میلیونی که اسپرم اومده تعداد خیلی کمی میرسه به اون گامت ماده و فقط نهایتاً یه دونش میتونه لقاح بده. اگه لقاح اتفاق بیفته، لقاح توی این یک سوم انتهایی لوله رحم صورت میگیره. 36 ساعت ما سلول تخم رو خواهیم دید، فقط هم در لوله رحم. سلول تخم بعد از 36 ساعت یعنی 1.5 روز تقسیماتش آغاز میکنه، یه توده 2 سلولی ایجاد میکنه، بعد توده 4 سلولی ایجاد میکنه، بعد مورولا ایجاد میکنه، و بعد بلاستوسیست، که بلاستوسیست نهایتا میاد توی دیواره داخلی رحم، توی حفرش جایگزین میشه، ارتباط خونی با مادر برقرار میکنه، جفت و بندناف و کوریون و آمنیون و بخشای مختلف به وجود میاد، و این جنین به مدت 270 روز میتونه در واقع توی رحم مادر بمونه، که حالا اینم کاملتر اگه نیاز شد بهتون توضیح میدم تو گفتار بعدی. این شده خلاصه وظایفی که دستگاه تولمسی زمان انجام میده، نکات شکلش هم که اینجا هست. این رو ما قراره توی این گفتار و گفتار بعدی بخونیم، منتها به همین راحتی هم نیست، ما باید بدونیم که در هر هفته از چرخه جنسی چه اتفاقاتی در تخمدان میفته، چه اتفاقاتی در رحم میفته، کدوم هورمونا بالا پایین میشن، اینا رو مو به مو باید بدونیم. به خاطر همین من یه خورده ترتیبه رو به هم زدم. اینجا هم شما باید به چین خوردگی ها دقت کنید، چین خوردگی های دیواره رحم و تو گردن رحم کم شده، تو واژن دوباره چین خوردگی هست. اون خونریزی هایی که در قاعدگی اتفاق میفته فقط مربوط به رحمه، نه لوله رحمی. لوله رحمی زخامت قسمت داخلی ثابت، تغییر نمیکنه، و جایگزینی هم فقط در رحم اتفاق میفته. خب این شده بخشای مختلف این دستگاه. اما بریم سراغ رحم. جایگزینی کجا اتفاق میفته؟ تو لایه درونی. پس واجب شد این لایه ها رو بشناسیم. این لایه خارجیه یا قسمت بیرونی، این لایه میانیه، و اینم داخلی یا درونی. یکی یکی باید بشناسیم. من نوشتم اینجا، میتونی نگاه کنی خودت ببینی، ولی توضیح میدم. به خارجیه از بافت پیوندی رشته ایجاد شده، در حال دور تا دور رحم هست و باید بتونه ازش محافظت بکنه. آقا رحم اندامی گلابی شکل، دقت کن، گلابی شکل و کیسه ایست و ماهیچه ایست، یعنی بخش هضمش ماهیچه است. اینجا میخوام بهت بگم، از این لایه بیرونی شد بافت پیوندی رشته ای که اتفاقا با سفاق هم در ارتباطه، توی حفره شکم قرار گرفته دیگه. خب لایه میانی از ماهیچه صاف تشکیل شده، اینجا نوشتم برات، زخیم ترین هم که هست، به خاطر هم میگم رحم اندامی ماهیچه ایست، و ماهیچه صافش در هنگام زایمان طبیعی نسزاریه، هدف هورمون اکسیتوسین یا هورمون فشار قرار میگیرن، و با انقباضشون باعث میشه جنین به سمت دهانه رحم هل داده بشه و زایمان طبیعی اتفاق بیفته، که در زایمان طبیعی هدف چه هورمونی؟ اکسیتوسین. اما لایه درونی رو که ما بهش اندومتر هم میگیم، اندومتر رحم، همون قسمتیه، یعنی تنها قسمتیه که زخامتش کم و زیاد میشه، تحت تاثیر هورمون استروژن پروژسترون زخامتش زیاد میشه. اگه بارداری اتفاق بیفته تو همین لایه اتفاق میفته، و اگر اتفاق بیفته زخامت باید زیاد بمونه تا جنین بتونه حفظ بشه، ارتباط خونی برقرار بکنه، تغذیه‌ای. ولی اگر بارداری اتفاق نیفته، زخامتی که زیاد شده بود فرو میریزه تا دوباره شروع دوره جنسی بعدی رو داشته باشیم، که ما همین رو میگیم قاعدگی، که با تخریب و خونریزی از راه واژن صورت میگیره. آقا وقتی قاعدگی اتفاق میفته کل این تخریب نمیشه، یه قسمت کمیش باقی میمونه، و اون قسمت رو ما میتونیم معادل لایه زاینده در اندومتر در نظر بگیریم. خب این شده قسمت های مختلف در واقع جدار رحم، که من نکاتش هم به طور کامل همین چیزایی که گفتم رو حتی بیشتر اینجا نوشتم، و حتما متوقف کنید و بخونید. خوندن این یه خورده تایم رو میگیره،
نمیخوام خیلی وقتمون به هدر بره. اینم یه جدول خیلی خوب که من از جدولات و جزوه جمع‌بندی نکته و تست و حتی جزوه صفر تا صد به وفور آوردم و شما خیلی زیاد از این جدول ها میبینید و اتفاقا یکی از آپشن هایی که خیلی هم استقبال کردید. بخش های مختلف دستگاه تول مثل زنان رو آوردم، تخمدان به عنوان قدرت جنسی، لوله رحمی که خود شیپور داره و بخش های ابتدایی که باریکتره، رحم، خود رحم، گردن رحم و واژن. تعدادش رو نوشتم که گردن رحم و رحم و واژن یه دونه است، اونا دوتاییه. ویژگی‌های دیگه‌ش و موقعیتش و وظیفه‌ش رو مثلا نوشتم که تخمدان حالت سفید رنگ داره و فلان که اینجا میتونید ببینید. خب اما لازم بود که ترتیب رو به هم بزنم. بهت گفتم که تحت تأثیر هورمون‌های محرک جنسی، یعنی کی؟ یعنی LH و FSH، از تخمدان هورمون‌های جنسی یعنی که استروژن و پروژسترون ترشح میشن که چرخه رحمی رو کنترل میکنن. علاوه بر این خود هورمون های LH و FSH تنظیم کننده چرخه تخمدانی هم هستن. تو تخمدان یه سری اتفاقات میفته که ما میخوایم بریم از تولد، نه بلکه قبل از تولد، یعنی از دوران جنینی بررسیش بکنیم، بیام تا الان و ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده. ببینید قضیه تخمک گذاری، من ترتیب رو تو این نمودار به طور کامل و دقیق نوشتم، این رو میخوام توضیح بدم. آقا در دوران جنینی ببین یه خط اینجا میکشم، اینجا این رو مینویسم دوران جنینی، این رو مینویسم بعد از چی؟ بعد از تولد؟ نخیر، بعد از بلوغ، یعنی مثلا 13-14-15 سالگی به بعد، تا سن یائسگی، تا سن یائسگی میتونیم نیمه پایین نمودار رو بدیم. توضیح بدم، میگه در دوران جنینی در تخمدانهای یک جنین دختری که تازه داره سر و شکل میگیره سلولهای دیده میشه به نام سلولهای اووگونی که این سلولها دو انند و 46 کروموزومی هند و XX هند، چون تو زنان داریم حرف میزنیم. این سلول ها میتوز میدن، خوب دقت کن، میتوز که بدن یه دونش باید اووگونی بمونه تا لایه زاینده حفظ بشه، یکی دیگهش میاد وارد میوز میشه، منتها قبلش باید G1 و G2 رو بگذرون، امکانات رو فراهم بکنه، از نقاط وارسی اصلی عبور بکنه، اگه بهش اجازه داده شد وارد فرایند میوز میشه. پس ببینی یکی از سلول ها با تقسیم میتوز خود اووگونی موند، یکی دیگه اومد وارد میوز شد. این مربوط به دوران جنینی است و فقط در دوران جنینی تو اووگونی رو میتونی ببینی تو تخمدان نو، تو تخمدان جنین دختر، بعد تولد دیگه نه. خب چه اتفاق میفته؟ میگه به ازای هر تقسیم سل اووگونی یه دونه اووسیت اولیه ایجاد میشه که اووسیت اولیه تو همون دوران جنینی، یعنی قبل تولد، تو تخمدانی که تازه داره نمو پیدا میکنه در همون دوران وارد میوز یک میشه، پروفاز یکشو آغاز میکنه ولی متوقف میشه، یعنی تو هم پروفاز یک متوقف میشه. آقا کجاش؟ بعد از تشکیل تتراد، یعنی تتراد ها که تشکیل شد 23 تا تتراد میده دیگه، کروموزوم 1x1 2x2 3x3 تا x x، یعنی دیگه همه تتراد هاش کروموزوم ها 2x2 همتا هم هستن، x و y نیست. خب حتی کراسینگ اوورش هم در دوران جنینی میده. کراسینگ اوور چیه؟ سال 12 فصل 4 خواهید خوند اگه 11 باشید. خب من نمیخوام اونو فعلا بگم. پس این اتفاقات در دوران چی بوده؟ جنینی بوده، تا مرحله پروفاز یک میوز سلول اووسیت اولیه در دوران جنینی اتفاق میفته. بعدش یه توقف چندین ساله، بیش از 10 سال اتفاق میفته تو پروفاز یک. پس ببین یه نکته مهم که میگفتیم اگه سلولی میخواد تقسیم نشه به طور معمول میره تو جی صفر، اینجا داری میبینی که حتی توقف تقسیم تو خود تقسیم هم اتفاق میفته. خب بعد از بلوغ هر دوره به طور معمول یه دونه از این اووسیت‌های اولیه میازشو شروع، نه ادامه میده، شروعش در دوران جنینی بود. آقا دوره ها رو ما 28 روزه به طور معمول تعریف میکنیم. بهت بگم قطعا تحت تاثیر هورمون های در واقع محرک جنسی درون تخمدان این اتفاق میفته. اگر اووسیت اولیه میوزش رو ادامه بده و تکمیل بکنه، میوز یک بده، دو سلول با اندازه های متفاوت میده، یکی بزرگ یکی کوچیک، پس تقسیم سیتوپلاسم مساوی نیست، پس اون کمربندی از
اکتین و میوزین در وسط سلول ایجاد نمیشه، در یه قطر یه سلول بزرگ میده که ما بهش میگیم اووسیت ثانویه. اووسیت ثانویه N مساوی با 23 ایکس داره مضاعفه، چون محصول میازه یکه. اووسیت اولیه هم که این اووگونی بود دیگه، 2N مساوی با 44 به اضافه ایکس ایکس و 23 تا تتراد داشت. آقا این یکی از این سلول، این یکی هم دقیقاً N مساوی با 23 ایکس داره مضاعفه، چون هر دو محصول میازه یکن. خب تا اینجا تو تخدان بود، دقت کن، تا اینجا تو تخدان بود، یعنی تا انتهای میازه یک تو تخدان بود، میازه یک تشکیل شد، دوتا سلول ایجاد شد. بعد این دوتا ببین اینجا رو می نویسم در تخمدان، از این به بعدش رو می نویسم در لوله رحم. بعدش فرایند تخمک گذاری که بهت گفتم اتفاق میفته، اونا وارد انتهای لوله رحمی میشه، حرکت زواد انگشت مانند و غیره حرکت میده به سمت ابتدای لوله رحم تا اسپرم بیاد. اگه اسپرم نیومد دیگه همینجا متوقف میشه و به همراه خونریزی دفع میشه، یعنی همین اووسیت ثانویه و نخستین جسم قطبی تا همینجا تشکیل شدن، تخمک ایجاد نمیشه. اما اگر اسپرم بیاد، قشای اسپرم، دقت کن قشای اسپرم برخورد کنه با قشای اووسیت ثانویه، تخمک نمیگه، قشای اسپرم با قشای اووسیت ثانویه برخورد بکنه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت لقاح آغاز میشه. پس برخورد قشا رو میگیم لقاح. وقتی برخورد قشا صورت میگیره، اووسیت ثانویه تحریک میشه، میوزه دوشو ادامه میده و تکمیل میکنه. تو میوزه دو متوقف بود، توی حالا متافاز میوزه دو متوقف بود، خارج از کتابه ولی بدون، و وقتی برخورد کرد با اسپرم میازش رو کامل میکنه، باز دو سلول میده با اندازه‌های متفاوت، یکی خیلی بزرگتره یکی خیلی کوچیکتره. اونی که بزرگتره ما بهش میگیم تخمک، که خیلی سریع هستش با هسته اسپرم ادغام میشه و ما اینجا میگیم تکمیل لقاح. پس یه آغاز لقاح داشتی بین اسپرم و اووسیت ثانویه که برخورد قشاها بود، یه تکمیل لقاح هم داری بین اسپرم و تخمکی که ادغام هسته هاست. وقتی هسته ها ادغام شد، شما چی داری؟ یک سلولی که دو هسته N مساوی با 23 یکی شده، پس یک سلول 2N مساوی با 46 خواهی داشت، که اگه اسپرم X باشه میشه XX یعنی دختر، اگه اسپرم Y باشه میشه XY یعنی پسر، و این میشه اولین سلول که همون سلول تخمه که 36 ساعت تقسیم نمیشه، بعدش تقسیم میشه و ادامه داستانم که بهت گفتم. پس اینا همه وابسته است به حضور اسپرم، اگه اسپرمی نیاد ادامه میوزم صورت نمیگیره. خب اینجا بس بهت بگم کتاب چجوری گفته. گفته تخمک لقاح یافته که این همون سلول تخمه، به محضی که قشا با قشا برخورد کرد، هسته اسپرم هم وارد سلول اووسیت میشه و بعد از تکمیل میوز ادغام هسته هم صورت میگیره و این هم شد دومی جسم قطبی که این N مساوی با 23 غیر مضاعفه، چون محصول میازه دو و میازه دو هم شبیه به میتوزه. این شده فرایند تخمک گذاری. پس من سریع برات مرور کنم، آقا اینجاهاش تو دوران جنینی بود، کجاها؟ اینجاها تو دوران جنینی بود، یعنی قبل از تولد، تا اینجا از دوران جنینی تا بعد بلوغ، تا اینجاهاش تو تخدانه، یعنی شما اووگونی رو تو تخدان میبینی، اووسیت اولیه رو فقط تو تخدان میبینی، میوز یک رو فقط تو تخدان میبینی. بعد این که تخمک گذاری اتفاق افتاد، بقیه اتفاقات توی لوله رحم و اگر اسپرم بیاد اتفاق میفته. پس میوز دو رو شما تو لوله رحم میتونی ببینی، تخمک رو فقط یک لحظه در لوله رحم میتونی ببینی. دقت کن، اگر تو تستی تو صورت سوال گفت مثلا کدام گزینه در مورد دستگاه تو مثل زنان درسته، گزینه گفت تخمک موجود در رحم فلان، شما در لحظه باید رد کنین. تخمک مگه تو رحم دیده میشه؟ تخمک یه لحظه اگه اسپرم برخورد بکنه با اووسیت ثانویه، خیلی سریع به وجود میاد، خیلی سریع هم با ادغام هسته ها میشه سلول تخم. حتی سلول تخم رو هم نمیتونیم تو رحم ببینیم، 36 ساعت توی لوله رحم میمونه، تقسیم میشه، بعدش میشه دو سلولی، چهار سلولی و الی ماشاءالله بقیه تقسیمات، تا بلاستوسیست بشه بیاد توی رحم. به این جزئیات دقت کنید. آقا اینم میتونه با اسپرم لقاح بده،
ولی چون کوچیکه و اصلا چرا اینا بزرگن؟ بزرگن که اندوخته غذایی بدن و قبل از جایگزینی غذا فراهم کنه. خب این کوچیکه و اگر لقاح بده با اسپرم میتونه تقسیمم بشه، یه توده چند سلولی ایجاد میکنه، ولی غذاش تموم میشه میمیره، نمیرسه به جایگزینی و ارتباط خونی با مادر. پس اگر جسم قطبی تقسیم بشه با سلول، اگه لقاح بده با سلول دو مساوی با 46 ایجاد میکنه، ولی جایگزینی صورت نمیگیره و فرزندی هم به وجود نمیاد، جنین ایجاد نمیکنه. کل چیزایی که من بهت گفتم توی این نمودار خیلی خوب به ترتیب میبینی، به ترتیب این فلش تا اینجا اومده. از این به بعد میگه اگه اسپرم برخورد نکنه خونریزی خواهیم داشت، اگه اسپرم برخورد بکنه هم که نهایتا میرسه با سلول تخم ایجاد بشه. این شد تخمکزایی. آقا اینو معمولا با اسپرمزایی مخلوط میکنن، تست مقایسه این میدن، باید حواست باشه اسپرمزایی کاملا بعد بلوغ اتفاق میافته. توی جدول خیلی خیلی خوب تو همین جزوهی که داریم بررسی میکنیم، من توی جدول کامل اینا رو مقایسه کردم. خیلی سریع در حد یکی دو دقیقه مقایسهشون بکنم. آقا اسپرمزایی کاملا بعد از بلوغ تخمکزایی، قسمتیش توی دوران جنینیه، قسمتیش بعد از بلوغ اتفاق میفته. اسپرمزایی تا انتهای عمر یک مرد سالم اتفاق میفته، ولی تخمکزایی تا سن یائسگی ادامه پیدا میکنه. اسپرمزایی همیشه در میاز تقسیم سیتوپلاسمش مساویه، ولی اینجا میبینی همیشه در میاز تقسیم سیتوپلاسم نامساویه، چه میاز یک و چه میاز دو. یه همچین نکاتی داریم که تو جدول کاملتر و کاملترشو بهتون گفتم. حالا میتونم برم سراغ چرخه ها. خوب دقت کن آقا. پس گفتم هیپوتالاموس با ترشح هورمون آزاد کننده مشترک به هیپوفیز پیشین میگه که باید هورمون ترشح کنه، چون مشترکه هم LH و هم FSH رو با هم ترشح میکنه. خب LH و FSH میان بر تختان اثر میذارن و این وقایعی که الان میخوام بگم رو تنظیم میکنن. خوب دقت کن آقا. هر اووسیت اولیه بهت گفتم در دوران جنینی ایجاد میشه. وقتی ایجاد میشه این اووسیت اولیه یک لایه سلول اطرافشه در همون دوران جنینی که بادیگارداشن و ازش محافظت میکنن، اگه نیاز داشتن چیزی برای تغذیه بهش میدن. ما به این میگیم فولیکول اولیه. کی ایجاد میشه؟ در دوران جنینی. چند تا میگم؟ در هر تخمدان جنین دختر 1,000,000 تا اووسیت اولیه دیده میشه. پس اون دوتا تختان داره 2,000,000 تا، دقیقا مثل تعداد نفرون در هر کلیه. خب هر اووسیت را هم یک لایه سلول فولیکولی احاطه کرده. پس من میتونم بگم در تخمدان جنین دختر در انتهای دوران جنینی 2,000,000 تا در کل بدن و 1,000,000 تا در هر تخمدان میتونیم فولیکول اولیه ببینیم که توش اووسیت اولیه هست که تو پروفاز یک متوقفه. خب پس من میتونم بگم الان این تخمدان پر شده با چی؟ با فولیکول اولیه، چه تو دوران جنینی باشه، چه تو دوران بعد تولد، نوزادی، کودکی، حتی بعد بلوغ هم تعداد این فولیکول ها بسیار زیاده، ولی به مرور بنابر یک سری دلایل نامشخص تعدادش کم میشه و زیاد که قطعا نمیشه چون دیگه اووگونی وجود نداره. خب اینا رو گفتم. اگر دیدی اگه این در حال رشد بود که بزرگتر بشه، تعداد این سلولای فولیکولی اطرافش بیشتر بشه، مطمئن باش که بعد از بلوغه، یعنی بعد از بلوغ شما میتونی رشد سلولای فولیکولی تقسیمشون رو ببینی. همه این سلولای فولیکولی که دو ان هم هستن و فقط میتونن میتوز بدن در دوران بعد از تولد تا موقعی که فولیکول میخواد رشد بکنه تو جی صفر تقسیم نمیشن. اگه دیدی در حال رشده فولیکول داره بزرگ میشه، مطمئن باش بعد از بلوغ. پس این وقایعی که از این به بعد نشون داده بعد از بلوغه. چرا؟ چون رشد فولیکول رو داره بهت نشون میده. اما این چیزی که اینجا بهت نشون داده همون فولیکول اولیه که بهت گفتم در دوران جنینی ساخته شد. آقا فولیکول رشد میکنه، بزرگ میشه، تعداد سلولای فولیکول هم بزرگ میشن، هم تقسیم میشن، چندین لایه میشن. داری میبینید سلولای فولیکولی به دو سمتشون مواد ترشح میکنن. یعنی چی؟
یعنی هم به سمت داخل ترشح میکنن، به سمت داخل فولیکول، هم به سمت خارج فولیکول. اینجا رو دقت کن، اینجا ما میتونیم رگ خونی ببینیم، اینجاها رگ خونی دیده میشه. پس اگه سلول فولیکولی به این ور ترشح کنه وارد خون میشه، پس هورمون رو به این ور ترشح میکنه. چه هورمونی؟ میگم در 14 روز اول سلول های فولیکولی هورمون استروژن ترشح میکنن تحت تاثیر هورمون FSH. بهت میگم اما چی به داخل ترشح میکنه؟ میگم به سمت داخل هم مواد مغذی ترشح میکنه که این سلول اووسیت رو تغذیه کنه، و هم پیک کوتاه بردی ترشح میکنه که این پیک های کوتاه برد بر این سلول وسطی تاثیر میذارن، و دقیقا مثل سلول سرتولی که باعث هدایت اسپرم زایی میشد، این پیک های کوتاه برد هم باعث هدایت تخمک زایی میشن. خب میگه نیمه اول تحت تاثیر FSH، نیمه دوم تحت تاثیر LH. بهت میگم آقا پس رشد اتفاق میفته، بزرگ میشه، فولیکول ما بزرگتر میشه، موادم ترشح میشن، انقدر این مواد زیاده که هول میده اینو به سمت گوشه. خب اینجا میازه یک کامل شد، میبینی دو سلول داره ایجاد میشه، دو سلول بزرگ، یک سلول در واقع سلول بزرگ، یک سلول کوچیک. بزرگ رو بهش میگیم اووسیت ثانویه، کوچیک رو بهش میگیم اولین جسم قطبی، که هر دو چی بودن؟ هر دو n مساوی با 23 x داره، در واقع مضاعف بودن چون محصول میازه یکن. دقت کن. خب ما به این فولیکول بزرگه میگیم فولیکول بالغ، که داری میبینی انقدر بزرگی، یک تورم هم تو دیوار تخمدان ایجاد میکنه، اینجا بافت مردگی به وجود میاد، رگهای خونی خفه میشن و سلول ها میمیرن. سلول ها که بمیرن باز میشه، باز که شد تخمک گذاری صورت میگیره. تخمک گذاری همون تخمک زایی نیست، باید حواست باشه. آقا چیا وارد لوله رحم میشن به دنبال تخمک گذاری؟ میگم دو تا سلول هاپلوئید، یعنی اووسیت ثانویه و نخستین جسم قطبی وارد در واقع لوله رحم میشن، تعداد زیادی سلول فولیکولی دو ان، تعدادشون هم وارد نمیشه، تعدادش میمونه، و یه سری مایعات مغذی، اینا وارد چی میشن؟ وارد انتهای لوله رحم میشن، که بعد بهت گفتم حرکت صورت میگیره. و ادامهش فولیکولی که پاره شده بود تحت تاثیر هورمون LH میبینی ترمیم میشه، اون سوراخی که در دیوار تخمدان بود ترمیم میشه، و تحت تاثیر LH تقسیمات ادامه پیدا میکنه و یه جسم بسیار بزرگ ایجاد میکنه به نام جسم زرد، که جسم زرد به میزان بسیار زیاد هورمون جنسی ترشح میکنه، هم استروژن و هم پروژسترون، و بیشتر پروژسترون. کجا؟ به اون ور دیگه، به این ور ترشحات ندارن، چون چیزی نیست که بخوان تقسیم بشه یا هدایتش کنن. خب و اگر تا اینجا رو داشته باش، تا اینجا اتفاق میافته، حوالی روز 21 دوره 28 روز است، تا اینجا اگه لقاح صورت بگیره، بارداری اتفاق بیفته، جسم زرد تحت تاثیر هورمون HCG که خود جنین به خون مادر ترشح کرده بود باقی میمونه، چندین مدت، چندین هفته باقی میمونه، هورمون جنسی رو ترشح میکنه تا ضخامت دیوار رحم حفظ بشه و جنین توش باقی بمونه. اما اگر بارداری اتفاق نیافته، هورمون HCG هم نیاد، به مرور به خاطر بازخوردی که بهت میگن هورمون LHFSH میان پایین، و هورمون LH که خودش محصوله، در واقع خودش مسئول ایجاد جسم زرد بوده، کم میشه. وقتی کم میشه جسم زرد به جسم غیر فعالی به نام جسم سفید در میاد، که جسم سفید نمیتونه هورمون جنسی ترشح کنه، و این هورمون جنسی وقتی ترشح نمیشن یا خیلی کم میشن، دیگه نمیتونن ضخامت دیوار رحم رو نگه دارن. چی میشه؟ افت میکنه، و بعدش هم خونریزی که میشه شروع دوره جنسی. بعد چرخه تخمدانی رو سه مرحله میکنن. من این پایین بهت میگم، ببین همینه ها، همینه، فقط اومدیم روی خط داریم بررسی میکنیم. خب از اینجا که بهش بگیم روز صفر، تا اینجا که بگیم روز 28 رو من اینجا میخوام بهت نشون بدم. ببین روز صفر، روز 14 و روز 28 میخوام اینجا بهت نشون بدم. صفر تا 14 رو که میشه نیمه اول بهش میگیم مرحله فولیکولی. یعنی چی؟ یعنی فولیکول در حال رشد. خب نیمه دوم رو بهش میگیم مرحله جسم زردی، که جسم زرد چون معنی انگلیسیش میشه لوتئال، بهش میگن مرحله لوتئالی.
این که شد دوتا، پس من چرا گفتم ست تا؟ یکی هم خود روز چهاردهم هست که خود روز چهاردهم رو بهش میگن مرحله تخمک گذاری. آقا مرحله تخمک گذاری نه جز فولیکولی نه جز لوتئالی، مرز بین این دوتاست. خب فولیکول اولش چیه؟ اولش افه. لوتئال اولش چیه؟ ال. اه. یعنی چه ربطی داره؟ اف اول اف اس اچ هم هست، ال اول ال اچ هم هست. یعنی چی؟ یعنی میخوام بهت بگم نیمه اول رو اف اس اچ تنظیم میکنه چرخه تختانی رو، نیمه دوم رو ال اچ. پس اون چیزی که باعث میشه فولیکول رشد کنه و از این فولیکول استروژن ترشح بشه اف اس اچ. میگم بله. یعنی آقا تو نیمه اول ال اچ ترشح نمیشه؟ میگم ترشح میشه، ولی تأثیری نمیذاره به اون صورت بر روی فولیکول و سلولای فولیکولی. آیا تو نیمه دوم فقط ال اچ ترشح میشه؟ میگم نه، اف اس اچ هم هست، ولی ال اچ اثر میذاره بر تخمدان. پس خود روز 14 چی؟ خود روز 14 وقایع بسیار پیچیده از جمله افزایش شدید هورمون ال اچ باعث تخمک گذاری میشه. خب این شده فرآیندهای مختلف. یه سوال، چه هورمونای جنسی و کی ترشح میشه؟ دقت کن، از روز اول تا روز 14، از روز اول تا روز 14 از تخمدان فقط استروژن ترشح میشه، فقط استروژن. از چی؟ بهت گفتم از این سلولای فولیکولی به این بر، فقط استروژن. استروژن چی کار میکنه؟ ببین 14 روز اولی ما استروژنی که از تخمدان ترشح شده بود میره بر چی اثر میذاره؟ بر آندومتر رحم. چی کار میکنه؟ زخامتش افزایش میده، آمادش میکنه دیگه، نه آمادش میکنه برای بارداری احتمالی. خب از فولیکول در حال رشد فقط استروژن ترشح میکنه. حالا یه سوال خیلی قشنگ و مفهومی، چرا تو روز 14 هم یهو ترشح استروژن افت میکنه؟ نگاه کن ببینم میتونی بگی یا نه. دلیلش اینه، کدوم سلول هستن که استروژن ترشح میکنن؟ میگم آقا اووسیت که قطعا نیست، این سلولای فولیکولی هن، اینا. خب جوابو دادم دیگه، تو روز 14 هم که تخمک گذاری اتفاق میفته مگه نه تعداد بسیار زیاد از این سلول ها به همراه اووسیت میرن بیرون؟ خب این سلول که رفتن بیرون دیگه نمیتونن به خون تخمدان هورمون آزاد کنن، پس به همین علت میزان هورمون استروژن افت پیدا میکنه که کاملا هم منطقیه. خب نیمه دوم تحت تاثیر LH جسم زرد فعال میشه و به وجود میاد که جسم زرد هم استروژن و هم پروژسترون رو ترشح میکنه و جدار رحم به شدت ضخیم میشه و آماده میشه برای بارداری احتمالی، که گفتم اگر بارداری اتفاق بیفته ضخیم میمونه و اگر اتفاق نیفته هم که باید نازک بشه و فرو بریزه. جسم زرد پس تعیین کننده است. خب این شده چرخه تخمدانی. حالا بریم در مورد اینم، این نمودار خیلی خوب اووسیت اولیه رو اومدم با یاخته فولیکولی مقایسه کردم. آقا یاخته فولیکولی دو اینه، همون سلول ریزا، 23 جفت کروموزوم دارن ولی تتراد ندارن، اما فاقد تتراتون میتوز میدن دیگه، میوز نمیدن که. اینا تو در مرحله جی صفر متوقف میشن و کروموزومشون تک کروماتیدی، اما بعد از بلوغ میتونن تقسیم بشن و وارد مرحله اس و جی دو و غیره بشن و بقیه اتفاقات. اووسیت اولیه هم تنها سلولی در زنان که میتونه میوز یک بده و تتراد بده، تنها سلولی که میتونه کروموزوماشو در دو ردیف مستقر کنه، یعنی مرحله متافاز یک، تنها سلولی که در آنافاز خودش میتونه کروموزومهای دو کروماتیدی رو از هم دور کنه، یعنی آنافاز یک، میتونه تتراد رو تخریب کنه تو آنافاز یکش، تنها سلولی که در مرحله تلوفازش اطراف کروموزوم دو کروماتیدی پوشش هسته ایجاد میکنه. توی مردان هم تنها سلولی که این ویژگی ها رو داره اسپرماتوسیت اولی است. خیلی باید دقت کنید به تفاوت های میتوز و میوز که مقایسه فصل 6 و 7 11 هم است. اما چرخه رحمی، آقا الان خیلی از چیزا رو من فهمیدم که چرخه رحمی رو کی تنظیم میکنه؟ هورمونای تخمدانی، یعنی کیو کی؟ استروژن و پروژسترون. آقا همین الان داشتم میگفتم تو 14 روز اول چه هورمونی ترشح میشه از تخمدان؟
میگم فولیکول در حال رشد بود و تحت تاثیر FSH استروژن فقط ترشح شد. آها، پس اگه افزایش ضخامت تو 14 روز اول داشته باشیم فقط تحت تاثیر استروژنه. تو 14 روز دوم چی میگم؟ 14 روز دوم جسم زر تحت تاثیر LH به وجود میاد، هم استروژن ترشح می‌کنه هم پروژسترون و خیلی ضخامت افزایش پیدا می‌کنه. ببین همش اینجاست. بیا بهت بگم. آقا متوسط 6 7 روز اول رو میگیرم قاعدگی. قاعدگی یعنی هم کاهش ضخامت هم خونریزی، هم کاهش ضخامت هم خونریزی. خب میرسه به کجا؟ میرسه به کف ضخامت، حداقل ضخامت که حدود روز 5 تا 7. خب از این به بعد تحت تاثیر استروژن، ببین این شده روز 14، این شده روز 0، اینم شده روز 28. خوب دقت کن، اینجا تحت تاثیر استروژن شیب خیلی زیادی داره افزایش ضخامت، رحم رو داره آماده میکنه برای این دوره، برای بارداری احتمالی. خب هرچه فولیکول ما بزرگتر باشه تعداد سلولای فولیکولیش هم بیشتره، توانایی ترشح استروژنش هم بیشتره. اوکی ادامه پیدا میکنه، حوالی روز 14 یکم متوقف میشه رشد، به خاطر همون کاهش استروژنی بود که به دنبال خروج سلولای فولیکولی از تختان ته تخمک گذاری اتفاق میافتن. بریم نیمه دوم. نیمه دوم داری میبینی ضخامت افزایش پیدا میکنه ولی شیبه یکم کمتر شده. دلیل داره. ببین شیب اینجا زیاد بوده، شیب اینجا کم شده. نگی رشد کم میشه، سرعت رشد کم میشه، وگرنه هنوز در حال رشد. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه تو نیمه اول استروژن میاد که استروژن فقط ضخامت افزایش میده، خیلی به ترشحات رحم کاری نداره، یعنی فقط میگه تا میتونی تقسیم بشید. خب این از ولی پروژسترون هم یه نگاه به افزایش تقسیمات داره، هم یه نگاه به افزایش ترشحات رحم داره، ترشحات مغذی. میدونی چرا؟ چون نیمه دوم نیمه حساسیه. نیمه دوم همون لحظاتیه که اون بلاستوسیست میاد وارد رحم میشه و برخورد میکنه با اندومتر رحم و میخواد جایگزین بشه. پس در نیمه دوم ترشحات رحم باید بیشتر بشه. به خاطر همین پروژسترونی که زیاد میاد اکثر تمرکزش رو میذاره بر ترشحات رحم و به خاطر همین یه خورده غافل میشه از ضخامت و افزایش پیدا میکنه ولی با شیب کمتر. داری میبینی هر چه ضخامت هم بیشتر بشه عمق قدرت برون ریزی که مواد رو میخواد ترشح کنه هم بیشتر میشه و رگهای رحم هم که حالت مارپیچی دارن افزایش پیدا میکنن و غیره. تا اینجا رسیدیم. اینجا حوالی روز 24 همه که حد اکثر ضخامت رو داریم به خاطر اینکه تو این قسمت جسم زرد میومد، بیشترین ترشح استروژن پروژسترون رو در واقع داشت که این باعث افزایش ضخامت خیلی شدید میشد. از این به بعد وابسته است به بروز لقاح یا عدم بروز لقاح. این رو ببین، باز من اومدم ترتیبه رو نوشتم، تا اینجا رسیدم. از این به بعد گفتم اگه لقاح صورت نگیره قاعدگی، ولی اگه صورت بگیره بازم حفظ. یعنی چی؟ اینجا رو ببین، تا اینجا رسیدیم روز 24. از این به بعد اگه لقاح صورت بگیره ضخامت رحم میره و به یه حدی میرسه ثابت میمونه که بتونه حفظ کنه، ولی اگه بارداری صورت نگیره جسم زرد میشه جسم سفیدی که نمیتونه هورمون ترشح کنه، پس استروژن پروژسترون کم میشه و اینجا کاهش ضخامت رو میبینی تو 4 روز آخر دوره از 24 تا 28، اما خونریزی نیست. میبینی کاهش بدون خونریزی، وقتی خونریزی شروع شد میگه قاعدگی و شروع قاعدگی میشه شروع دوره بعدی. دوره بعدی چی میشه؟ دوباره روز از نو، روزی از نو، دوباره همین اتفاقات تکرار میشه، دوباره همین اتفاقات، دوره بعدی همین اتفاقات، تا بالاخره بارداری صورت بگیره. بارداری هم که صورت گرفت اون وقت ضخامت میره و حفظ میشه و 9 ماه باقی میمونه. خب این شده چرخه رحمی. وقایع مهمش اینجا بهت گفتم. دوتا نمودار خیلی خوب اسپرمزایی و تخمکزایی رو مقایسه کردم که بهت گفتم یه سری نکاتشو، و نیمه اول چرخه رحمی رو با نیمه دوم چرخه رحمی مقایسه کردم. آقا هورمون استروژن در هر دو نیمه اثر میذاشت ولی نیمه اول فقط استروژن بود، هورمون پروژسترون در نیمه اول هیچ تأثیری نمیذاره، فقط نیمه دوم. یه نکته مهم دقت کن، قشر فوق کلی همیشه به میزان ثابتی استروژن پروژسترون تولید میکنه، تستوسترون هم تولید میکنه. من اصلا با اونا کاری ندارم، بحثم فقط تختانه. خب LH در هر دوتاش تأثیر میذاره، نیمه اول هم یه تأثیراتی داره بالاخره، خصوصا انتهای دوره اول که باعث تخمک گذاری میشه، اون روز 14 که جزء نیمه اول هست یه تأثیراتی میذاره.
ولی فولیکول در واقع هورمون FSH فقط در نیمه اول اثر میذاره، نیمه دوم کار خاصی نمیکنه. کاهش ضخامت دیوار رحم رو هم تو نیمه اول داریم که با خونریزیه میشه قاعدگی، هم آخر نیمه دوم داریم که بدون خونریزیه. و افزایش ضخامت رو، افزایش ضخامت به طور معمول اگر بارداری صورت نگیره از روز هفتم تا روز 24 خواهیم داشت که هم تو نیمه اول هم تو نیمه دوم. تو نیمه اول شیبش بیشتر، تو نیمه دوم شیبش کمتر، ترشحاتش بیشتر. مشاهده بیشترین ضخامت در دیوار رحم روز 24 که میشه نیمه دوم، مشاهده کمترین ضخامت روز 5 تا 7 که میشه نیمه اول. امکان مشاهده تخمک رو فقط در نیمه دوم حوالی روز 14 تا 17، 14 اینو 3 روز اول دوره در نیمه دوم میتونیم ببینیم و بعدش خیلی سریع میشه تخم و غیره. امکان مشاهده جسم سفید در تخمدان میشه این. امکان مشاهده فولیکول در تخمدان، همیشه فولیکول رو میبینی چه نیمه اول چه نیمه دوم چه در خود تخمک گذاری و تا انتها. خب این شده نکات اصلی این گفتار. اما تنظیم هورمونی که اصلا گنگی این فصل به خاطر اینه، هورمون ها خیلی 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 چون بر روی چیزهای مختلف تاثیر میذارن و شما باید شناسنامه هورمون رو بدونی که من مو به مو بهتون گفتم دو فصلش ها، یه خورده کار سخت میکنه. باز بیام بهت بگم، ببین آزادکننده مشترک، هیپوتالاموس اولین قدم رو برمیداره. آزادکننده مشترک وقتی ترشح کنه به هیپوفیز پیشین میگه که تو باید همزمان هم LH هم FSH ترشح کنی. همین کار رو میکنه. LH و FSH میان بر تخمدان اثر میذارن، FSH نیمه اول، LH نیمه دوم باعث تنظیم چرخه تخمدانی میشن و هر دو هم همین الان بهتون گفتم با تأثیر بر تخمدان باعث میشن که از تخمدان هورمون استروژن و پروژسترون ترشح بشه. میبینید پس تنظیم چرخه تخمدانی رو من اینجا می‌نویسم. تنظیم چرخه تخمدانی و ضمن اون ترشح هورمون استروژن و پروژسترون که اینا میشن هورمون‌های چی؟ تخمدانی میگن، جنسی هم میگن، هر دوتا رو بهشون میگن. اینا هم که میشدن هورمون های محرک جنسی. قاطی نکنید، تشابه اسمی زیاده. و اینا وقتی بر رحم اثر میذارن تنظیم چرخه رحمی رو باعث میشن و رحم رو هم برای بارداری احتمالی آماده میکنن. علاوه بر این خود استروژن و پروژسترون میتونن بازخوردن بدن، که بازخوردشون میتونن و هیپوفیز پیشین اثر بذارن یا بر هیپوتالاموس. دقت کن بازخورده رو بهت بگم، لذت ببری و ببندیم این قسمت. آقا استروژن و پروژسترون اگه با هم زیاد باشن زورگو هم. استروژن کلن دوست داره زور بگه. اگه پروژسترون هم بغل دستش باشه دیگه خیلی دستش بازه برای زور گفتن، ولی اگه خودش تنها باشه خیلی کاری از دستش بر نمیاد. دقت کن ببین چی میخوام بگم. تو نیمه دوم دوره مگه ما نگفتیم تحت تاثیر LH جسم زرد ایجاد میشه که خیلی خیلی استروژن پروژسترون تولید میکنه؟ گفتیم دیگه. خب پس استروژن و پروژسترون تو نیمه دوم دوره یعنی از روز 14 به بعد میزانشون تو خون زیاده. چیکار میکنن؟ زور میگن. به کی؟ به هیپوتالاموس. چی بهش میگن؟ میگن حق نداری هورمون آزاد کننده ترشح کنی، آزاد کننده مشترک رو باید بیاری پایین، چون ما میگیم اونم چاره ای نداره جز تبعیت، زورش نمیرسه، آزاد کننده رو کم میکنه. چه بلایی سر سیستم تولید مثلی میاد؟ آزاد کننده کم بشه LH و FSH کم میشه. خب LH و FSH کم بشه چی میشه؟ میگم نیمه دومیم، FSH خیلی مهم نیست، LH کم بشه کمتر بر جسم زرد اثر میذاره و جسم زرد به مرور تحلیل میره. به مرور که تحلیل بره خود استروژن و پروژسترونی که زیاد بودن زور گفتن کم میشن، میشه بازخورد منفی. دیدی چی شد؟ دیدی هوا برشون داشت، زیاد بودن، پوز دادن، آخرش بلای سر خودشون آوردن. از ماسک بر ماست دقیقاً یعنی این. خب چه اتفاقی میفته؟ میگم به مرور جسم زرد تحلیل میره، تحلیل میره چون LH داره میاد پایین. خب تحلیل میره، تحلیل میره، از روز 21 به بعد کاهش سایز جسم زرد رو خواهیم داشت. از روز 24 به بعد یعنی 3 روز بعدش کاهش ضخامت رحم رو. آقا چه ربطی داره؟ مگه ما نگفتیم جسم زرد استروژن پروژسترون ترشح میکنه؟ گفتیم. مگه نگفتیم استروژن پروژسترون ضخامت رو زیاد میکنه؟ اینم گفتیم.
خب از روز 21 کاهش اندازه یه جسم زن رو داریم، بعد از همون روز 21 هم کاهش ضخامت دیوار رحم رو داشته باشیم؟ میگم نه، دلیل دارم. دلیلم چیه؟ دلیلم اینه ما به میزان هورمون‌ها باید توجه کنیم. جسم زن در روز 21 حد اکثر اندازه خودش رو داره. وقتی LHT بازخورده منفی کم شد، جسم زن رو شروع به کاهش اندازش میکنه. هنوز بزرگه و هنوز میزان زیاد استروژن پروژسترون تولید میکنه، ولی داره کمتر تولید میکنه. ببین انگار صفر بوده رفته 100، حالا 99 98 هنوز خیلی زیاد داره ترشح میکنه. اثرش رو تا 3 4 روز بعدش هم میبینی. از اون به بعد دیگه چون خیلی کم شده دیگه ضخامت شروع به کاهش پیدا میکنه. خب این شد نیمه دوم. پس بازخورد ما تا انتهای نیمه دومش بازخورد منفی، یعنی هم هفته ببین دوره 28 روزه 4 هفته است. هفته اول و دوم میشن نیمه اول، هفته سوم و چهارم میشن نیمه دوم دوره. تو هفته سوم و هفته چهارم ضخامت در واقع داره تغییر میکنه، ولی هورمون‌ها همیشه بازخورد منفی داشتن. خب انتهای دوره چه اتفاقاتی افتاد؟ دیگه تا رسیدیم به انتهای دوره جسم زرد به طور کامل تحلیل رفت، خود جسم سفید رو ایجاد کرد و اصلا دیگه نمیتونه استروژن پروژسترون تولید کنه. خیلی میزانشون میاد پایین و چون خیلی میزانشون میاد پایین دیگه نمیتونن زور بگن. چی میشه؟ از انتهای دوره LH و FSH شروع به افزایش میکنن. خب شروع به افزایش میکنن، شروع به افزایش کردن، رسیدیم ابتدای دوره. الان شد روز صفر دوره بعد، یعنی روز اول دوره بعد. چی میشه؟ میگم استروژن کف کف، پروژسترون کف کف، کمترین مقدار خودشون مینیمم، LH و FSH میتونن افزایش پیدا بکنن. نیمه اول LH خیلی مهم نبود، FSH که افزایش پیدا بکنه نگاه میکنه به فولیکول ها، اون یکی که از بقیه بیشتر بزرگ شده رو انتخاب میکنه، بقیه میمیرن. پس یکی از دلایلی که تعداد فولیکولا کم میشه دقیقاً همینه. خب بزرگتر میکنه، بزرگتر میکنه، ضمن این که بزرگ میکنه، هفته اول نیمه اول رو دارم میگم، هفت روز اول، ضمن این که بزرگتر میکنه، از اون ورم استروژنه هی بیشتر میشه. استروژنه وقتی خودش تنهاست بچه خوبیه، زور نمیگه چون نمیتونه، مجبوره. خب چه اتفاقی میفته؟ میگم هفته اول تا یه بازخورد منفی استروژن میخواد، اینم کتاب درسیتون بازخورد منفی تعریف کرد، میخواد باعث کاهش LH و FSH بشه ولی نمیتونه چون کم زورش نمیرسه. خب یهو میرسه هفته دوم، یهو پسر خوبی میشه، میگه آقا من که خودم هم تنها نمیتونم بد باشم، بذار یکم خوبم باشم. چیکار میکنه؟ خود استروژنی که از فولیکول ترشح شده بود و میرفت بر رحم اثر میذاشت، ضخامتش رو زیاد میکرد، خود استروژنه یهو برمیگرده بر خود تختان اثر میذاره. چیکار میکنه؟ بر تختان اثر میذاره و باعث میشه سلول های فولیکولی حساسیتشون به FSH بیشتر بشه. که چی بشه؟ که وقتی FSH میاد رو اونا تاثیر میذاره، یهو تاثیر زیادی بذاره. که چی بشه؟ که استروژن یهو زیاد بشه. که تو هفته دوم. ببین زیاد شدن استروژن باعث شد زیاد شدن خیلی زیادش اتفاق بیفته. پس هفته دوم میشه بازخورد مثبت. کل دیگه قسمت ها میشه بازخورد منفی. خب پس از این 28 روز اواخر هفته دوم بازخورد مثبت میبینید، بقیه به طور کامل بازخورد منفی. کتاب چجوری گفته؟ گفته در نیمه اول دوره افزایش کم استروژن بازخورد منفی ایجاد میکنه، ولی افزایش یک بارش بازخورد مثبت ایجاد میکنه. علاوه بر این که فولیکول رو خیلی رشد میده، LH و FSH هم خیلی زیاد میکنه و LH هم که خیلی زیاد بشه تخمک گذاری هم اتفاق میفته. کل این قضیه شد تنظیم هورمونی دستگاه تولمسی زنان که بسیار بچه ها رو سردرگم میکنه. امروز خواستم به طور کامل خیال تو دیگه برای همیشه از این قسمت راحت بکنم. بریم و اینم نمودار که میسپارم خودتون بخونیم. بریم و یه تست مهم هم از این قسمت حل کنیم و اتمام حجت داشته باشیم با گفتار دو فصل هفته 11. خب بریم سراغ تستم. تست موردی، موردی و تعلیفی. چند مورد از عبارتهای زیر در ارتباط با افرادی سالم از جمعیت انسانی که احتمال ایجاد جهش مضاعف شدگی در همه کروموزوم‌های موجود در هسته آنها وجود دارد نادرست.
صورت سوال از 12 فصل 4، ولی برات باز میکنم. جهش مضاعف شدگی جهشیه که یک قسمتی از یک کروموزوم رو برمی‌داره به قسمتی از کروموزوم همتاش متصل میکنه. خب از یک کروموزوم به کروموزوم همتاش متصل میکنه، این میشه جهش. چی پرسیدم تو صورت سوال؟ دقت کن ببین چقدر خوب پرسیدم. میگه که احتمال ایجاد جهش مضاعف شدگی در همه کروموزوم هاش وجود داشته باشه، یعنی همه کروموزوم های آن ویرگول کروموزوم همتا دارند، یعنی یکش یه همتا داره، یه یکی دیگه، دوش یه همتا داره، سهش یه همتا داره، چهار یه همتا داره، تا 22 یه همتا داره، ایکسش هم یه همتا داره، پس ایکس ایکسه. پس کل صورت سوال داره به من میگه که کدام گزینه کدام مورد در مورد زنان درسته. این میشه تست توصیفی و سنگین که همینجا خیلی از بچه ها کلن میرن کنار. در مورد زنان چند مورد نادرسته؟ تموم شد رفت به کارش. الف میگه تعداده. ببین صورت سوالمون هم گفتیم زنها باید چی باشن؟ باید سالم باشن. چند مورد از عبارت‌های زیر در ارتباط با زنانی سالم نادرست. خب گزینه یک، الان دیگه کارم راحت. مورد الف میگه تعداد بیشتری یافته موجود در قدرت جنسی. آقا قدرت جنسیشون میشه تختان. آقا بیشترین یاختایی که توی تختانشون دیده میشه اووسیت اولیه است؟ نه خیر، سلولای فولیکولی اطرافش. سلولای فولیکولی اطراف خیلی تعدادشون بیشتره. تازه وقتی فولیکول ما میره در حال رشد هنوز یه دونه اووسیت اون وسط داریم، ولی هزاران تا شاید میلیون ها تا سلول اووسیت، سلول در واقع فولیکولی اطرافش به وجود میاد. پس قطعاً بیشترین تعداد رو ما میگیم یاخته های فولیکولی. خب میگه پس از تولد به دلایل نامعلوم افزایش نمییابد. ببین آیا سلولای فولیکولی بعد تولد افزایش نمییابد؟ افزایش مییابد. اووسیتی که افزایش نمییابد چون اووگونی نداریم، ولی سلولای فولیکولی بعد از تولد به خاطر اثر هورمون FSH و حتی هورمون RH تعدادشون بیشتر میشه، تقسیم میشن. وقتی تقسیم میشن تعدادشون افزایش پیدا میکنه. پس اینجا رو من میگم غلط، تحت تأثیر LH و FSH تقسیم و افزایش. خیلی سنگین بود مورد الفش، مثل صورت سوال. تست خیلی سختی، سخت استاندارد. میگه از هر یاخته آغاز کننده میوزه موجود در غدد جنسی آنها منظور اووسیت اولیه. خب در هنگام بلوغ حداقل یک گامت ایجاد می شود. ببین این که من بیام بگم از هر اووسیت حداقل یک گامت ایجاد میشه، یعنی قطعا یه دونه رو داریم، حد اکثر ممکنه بیشتر هم داشته باشیم. نه، از هر اووسیت اولیه که میاد میوز میده، خب ما اگه لقاح صورت بگیره یه دونه تخمک ایجاد میشه، اگه صورت نگیره هیچی. پس میتونم بگم حداقل صفر گامت، حد اکثر یک گامت. این درسته. پس این حداقل صفر، حد اکثر یک گامت که همون تخمک باشه، نه چیزی که تو گفتی. مورد جیم میگه دیواره داخلی لوله های مرتبط با غدد جنسی. لوله های مرتبط با غدد جنسی میشن لوله های رحمی که با تخمدان در ارتباط با شیپورش. خب میگه تحت تاثیر هورمونای جنسی دچار تغییر ضخامت نمیشوند. همین الان بهت گفتم اون تغییر ضخامت برای رحم، نه لوله رحم. آندومتر رحم داریم، آندومتر لوله رحم که نداریم. میگه یاخته های ماهیچه موجود در اندام کیسه شکل دستگاه طول مثل آنها، یعنی رحمشون، یاخته ماهیچه داشت تو قسمت میانی که بهت گفتم تحت تاثیر هورمون اکسیتوسین قرار میگیره در زایمان طبیعی و منقبض میشه. میگه تنها به دنبال تحریک نورون های حرکتی بخش خودمختار منقبض میشه. نه، هورمون هم میتونه باعث انقباضش بشه، هورمون اکسیتوسین. حالا شد چند مورد؟ شد هر چهار مورد اشتباه. جوابش گزینه چهار. تست خیلی سختی بود. برای حسن ختاممون که دیگه کامل کرده باشیم این قسمت رو،
یکی دو تا نکته خوبم بهت بگم. ببین اندام های کیسه شکلی، اگه من تو صورت سوال گفتم کدام گزینه در مورد اندام های کیسه ای شکل در مردان درسته یا در زنان درسته، باید حواست باشه در مردان کدوم قده ها، کدوم در واقع اندام ها کیسه شکل هن. یک معده، دو کیسه صفرا، سه کیسه مثانه، چهار کیسه بیضه، اینا کیسه شکل هن. در زنان چی؟ همونا به جای کیسه بیضه بگو رحم، یعنی معده زنان، مثانه، کیسه صفرا، رحم، اینا میشن اندام های کیسه شکل موجود در بدن زنان. و این هم که حل، همه چیز رو توضیح دادیم. هورمون اکسیتوسین هم حتما میدونی که هیپوتالاموس تولیدش میکنه ولی در هیپوفیز پسین ذخیره و آزاد میشه. برای اینکه به پست‌های بعدی ما دسترسی پیدا بکنی حتما 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 پیج اینستاگرام ما رو داشته باش. اینم شماره خود منه، اینم سایتمون. موفق و پیروز باشید. سعی میکنم توی پست‌های بعدی باز مطالب گنگ کتاب رو همینجوری با کامل و از صفر تا صد با حل تست تدریس بکنم. موفق و پیروز باشید. ما رو حتما 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 به دیگرانم معرفی بکنید. یا علی، خداحافظتون.